بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي غسرت رؤيته أبصار الناظرين وعجزت أن أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبي الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صلى الله عليك يا أبو عبد الله صلى الله عليك يا أبو عبد الله صلى الله عليك يا أبو عبد الله بحثمون پیرامون امام حسین علیه السلام واسطه بین خدا و خلق برای ارتباط خلق با خداوند متعال و بخشش بندگان در یک جمله اگر بخوام تیتر بحث رو محضر شریفتون عرض کنیم باید بگیم امام حسین واسطه بخشش حضرت باری تعالی چارده معصوم چارده نور پاک که خداوند متعال میفرماید و یا تهرکم تطهیرا پاک و منزهن از هر گناهی از هر معصیت و خطایی حتی منزه از ترک اولا یه کاری که بهتر است انجام بدهند ترک بکنند نه حتی از این امر هم چارده معصوم منزهند اما گذشته از چارده معصوم و معصومانی که خداوند متعال بهشون اسمت داد تا واسطه بین خدا و خلق برای انتقال وحی باشن و انتقال احکام الهی نوع انسانها ها گناهکارن، به گناه نزدیکن گرفتار هواهای نفسانی خواهند شد گرفتار شیطان هستند که در سوره اعراف شیطان اینگونه به خداوند متعال خطاب میکنه به ما اقویتنی به اینکه مرا اقوا کردی یعنی از درگاه دور کردی خدایا بنده های تو رو محاصره میکنم. ثم لا هم من بین ایدی و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم هم ثم لا تجد و اکثر شاکری از مقابلشون پشت سرشون طرف راستشون طرف چپشون میام خدایا اکثر بندهات رو شاکر نمیبینی شاکر نمیبینی یعنی اکثر بندهات رو دیگه مطیع امرت نمیبینی یعنی مسیر بندگی رو برای اونها سد میکنم دو راه رو بیان نکرد شیطان نگو از بالای سر میام نگو از پایین پا هم میام فلزا فهمودن در دعا دستتون رو به جانب آسمان بکشید در احوالات خاتم بیاد داریم حضرت وقتی دعا میکردن آنچنان دستشون به جانب آسمان میکشیدن که زیر آغوش حضرت پیدا میشد به این معنا که کاملا دست از بدن دور میشد به بالا کشیده میشد امام عسکری علیه السلام فرمود اقرب ما یکون العبد الی الله اذا کان ساجدا سیما اذا کان باکیان جائعا نزدیکترین حالت بنده به خداوند متعال آن لحظه است که در سجده است به خصوص اگر چشمش گریان باشه شکمش هم گرسنه باشه. خب اینها اموری است بیاناتی است که مربوط به نوع انسانهای گنهکاره اما آنهایی که مرتبط با امام حسینن آنهایی که دلداده و ابو عبدالله حسین علیه السلام به نوعی انتصاب به امام حسین علیه السلام دارن راه بخشش اینها تسهیل میشه هموار میشه خداوند متعال که ارحم و پیامبری داره که رحمت للعالمین و پیامبر سبتی داره نویی داره فرزندی داره که رحمت الله الواسعه و باب و نجات الامه است در این زمینه از کتاب شریف و نفیس کامل و که مربوط است به ابن قولهوی استاد شیخ مفید که کامل و اگر ملاحظه فرمایید بیش از سه چهارم از این کتاب قطور مربوط به امام حسین علیه السلام از ابواب مختلف کامل و نست روایات ارز میکنم و بسیار جالبه براتون که این مطلب رو دنبال بفرمایید راهکارها برای بخشیده شدن برای جلب نظر رحمت الهی به خود از مسیر امام حسین علیه السلام اما از مسیر امام حسین هم راهکارها ارز کردم چند باید روایت محضر شریفتون عنوان میکنم اولا کسی که غوظ کند به آب فرات برای زیارت امام حسین علیه السلام خب مستحبه که انسان وقتی به زیارت امام حسین میره با همون لباس سفر اولین بار که تشرف به حرم پیدا میکنه نیاز به غسل نیست بدون غسل با حالت جولیده و پریشان به حالت گریه وارد حرم بشه اما کسی که قصد کند به آب فرات و به زیارت امام حسین بره که طبیعتا اولین تشرف رو ارز کردیم با شرایط خودش این اولین تشرف نیست برای زیارت امام حسین تشرف های دیگر زیارات دیگری که در یک سفر انجام میشه حضرت میفهمد امام صادق علیه السلام هر چه ارز میکنیم الان از امام صادق علیه السلام محضر شریفتون عنوان میکنیم امام صادق علیه السلام فهمت من اختصل به ما الفرات و زار الحسین با آب فرات غص کند و زیارت ابو عبدالله علیه السلام بره کان که یومن و و امه مانند کسی است که مادر او رو زاییده باشه یعنی مانند روز ولادتش پاک از گناه میشه پاک از گناه میشه حضرت میفهمد سفرن من الذنوب در حالی به زیارت امام حسین میره که خالی و توهی از گناه و معصیت خب غسل به آب فرات زیارت امام حسین برای بخشش گناه چنین اثری داره و اما دوم ان زائر الحسین جعل ذنوبه جسرا با باب داره خیلی روایت فوق العاده جالبیه خیلی امید بخش امام صادق علیه السلام ما کسی که به زیارت امام حسین میره همون در به منزلش یک جسری یک پلی از گناه زده یعنی از پل گناه عبور میکنه کسی که به زیارت امام حسین میخواد بره همون در به منزلش پلی زده از گناهانش عبور کرده برای زیارت امام حسین علیه السلام روایت بعد من خرج من منزله یرید زیارت قبر الحسین علیه السلام انکان ماشین اگر انسان پیاده بره برای زیارت امام حسین علیه السلام کتب الله له به کل خطوت حسنه هر قدمی که برمیداره حسنه و ثوابی برای او منظور میشه و مها انه او سیعتن هر قدمی که برمیداره خداوند متعال گناهی از او محو میکنه روایت بعد امام صادق علیه السلام میفرماید به خاطر خوف و ترس زیارت امام حسین رو رها نکن مداومت کن به زیارت ابو عبدالله علیه السلام و بعد حضرت میفرماید که اگر میخواهی از دنیا خارج بشی و حالا که هیچ گناهی بر تو نباشه به زیارت امام حسین اقدام کن زیارت امام حسین انجام بده روایت بعد امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که ما اهل بید نزد او ذکر بشویم یعنی از ما اهل سخن به میان بیاد و چشمانش اشک بباره ولو به اندازه بال مگسی باشه از جد ومد غفر الله ذنوبه گناهانش بخشیده میشه ولو کانت مثل و زبد البحر اگرچه به اندازه کف دریاها باشه روایت بعد امام صادق علیه السلام میفرماید ما من عبدن شرب الماء این روایت اخیر روایتی است که در کامل زیارات در باب سی و چهارمه باب سی و چهارم فقط یک روایت داره داوود رقی میگوید خدمت امام صادق علیه السلام بودم دیدم آب, آب خوردن آب نوشیدن و یاد کردن از جدشون ابا عبدالله رسن علیه السلام و لعن کردن قاتل امام حسین را و فرمود هر کسی که آب بنوشد و یاد کند ابا عبدالله را و لعن کند قاتل امام حسین را حضرت میفرماید صد هزار حسنه برای اوست و صد هزار گناه از او بخشیده میشه صد هزار درجه از او بالا میبرند. گویا صد هزار بنده در راه خدا آزاد کرده یحشر یوم القیامه تلیج الفعاد در حالی که دلش خونکا داره و دلش آرامه وارد صحرای محشر میشه این روایات که به, به طور فهرزوار محضرتون ارز کردیم بیانگر این مطلبه که از ناحیه امام حسین از مسیر عبا عبدالله حسین علیه السلام گناه بسیار آسان بخشیده میشه البته اون گناهانی معاذی که بین ما و خداوند متعال که امام باقر علیه السلام میفرماید گناه یا ظلم سه گونه است گاهی ظلمی است که بخشیده نمیشه گاهی ظلمی است که بخشیده میشه و اما مورد سوم ظلمی است که خداوند متعال دست بردار نیست رها نمیکنه اونی که بخشیده نمیشه شرک به خداست اونی که بخشیده میشه ظلمی است که بین انسان و خداوند متعاله بالاخره هر گناهی یه ظلم به نفسه یه ظلم به خوده حضرت و اما ظلمی را که خداوند متعال رها نمیکنه دست بردار نیست فالمدا بین الناس اون اموری است که بین مردمه یعنی حق و ناس را خداوند متعال رها نمیکنه اون چی که عرض کردیم مربوط به گناهان و ظلم به نفسی است که بین ما و خداوند متعاله و اما در دستگاه امام حسین ایام سوگواری ابو عبدالله حسین علیه السلام خیلی ها ورود پیدا کردن و به آسانی بخشیده شدن به آسانی بخشیده شدن تصمیم تص... تصمیم سختی بود اما با توسل به امام حسین این توفیق حاصل شد اگر از زمان خود امام حسین بخوام عرض بکنیم هر سر راه امام حسین علیه السلام رو هم گرفت اما وقتی به امام حسین گفت آه راه توبه برای من هست حضرت فرمود بله توبه برای تو هست چرا؟ چون پشت کرد به اون چه که غیر حسینه پشت کرد به اون چه که غیر عبا عبدالله حسین علیه السلام و آغوش امام حسین براش باز شد وجه الله بهش نظر کرد سیدی اخرج حب دنیا من قلبی و بینی و بین المصطفى و آله خیارت که من خلقی امام سجاد می خدایا محبت دنیا رو از قلب من خارج کن و بین من و محمد و آل جمع کن یعنی تا محبت دنیاست مانع ارتباط من با اهل بیته و اهل بیت واسطه بین خدا و خلق برای بخششن به این مناسبت این بحث رو مطرح کردیم که شب جمعه است در طول سال هر مناسبت خاص از حیث غفران و بخشش الهی است یاد امام حسین انتصاب به امام حسین زیارت امام حسین مطرح شبهای جمعه در هر هفته به خصوص در طول سال شب عید فطر شب عید قربان شب نیمه شعبان که شبهای بخشش گناه و زیارتهای مخصوصه ابا عبدالله سین علیه السلام اما یک داستانم از معاصرمون عرض بکنم امام حسین رسول رو میکنه حاج رسول امام حسین علیه السلام نه تنها واسطه بخشش گناه میشه و گذشته ها بخشیده میشه بلکه امام حسین علیه السلام آبرو میدن عزت میدن در یکی از شهرستان های ایران برای منبر رفته بودم عده ای از عزیزان جوانتر و توبه کرده ها یک جلسه تشکیل داده بودن به عنوان جلسه تایبین گناهکارانی که توبه کردن لحظه ورود به جلسه یه عکسی رو دیدم سوال کردم ایشون گفتن آقا ایشون ساقی بوده و شراب فروش در شهر ما ایشون شراب فروش بود ایام فاطمیه توبه کرد به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه کار شراب فروشی رو کنار گذاشت شده هیئتی شد ازادار شد سین زن شد خرج بده اهل بید از راه حلال توفیق ادا حق و ناسی هم تا حدی که براش امکان بود پیدا کرد تا شب آشورا شب آشورا که شد از سین زنی و ازاداری برگشته بود برای منزل پدرش گفته بود که شب وقتی اومد خونه نیمه شب دیدم پای من رو داره میبوسه و گریه میکنه علت سوال کردم گفت بابا ما رو حلال کن گفتم خب پسرم فردا آره چرا نیمه شب گفت نه میترسم دیر بشه صبح روز آشرا هر چه حرکتش دادن صدای ازش نشیدن اورژانس اومد پیگیری شد این مطلب در نه از دار دنیا رفته روز آشورا و روز یازدهم میگفتن کارهای این بند خدا پیش نرفت و همون روز دوازدهم بدنش رو برداشتیم تشیع کردیم و دفن کردیم جمعیت زیادی برای تشیع جنازش اومد آقا من خلق را به خاطر تو واگذاشتم خواهم به خلق وا نگذاری مرا حسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله واسطه بخشش امام حسینه اما واسطه جلب نظر ابا عبدالله علیه السلام یکی از واسطه های بسیار عزیز برای امام حسین علی از امام حسینه خیلی این داغ برای امام حسین سنگین بود کنار بدن حضرت علی اکبر حضور پیدا کردن و ساحل حسین سب امر هفت مرتبه سیه زده کنار بدن حضرت اول فضل رو به کمر گرفتن روی زمین نشستن روی خاکها نشستن الان این کسر ذهری و قلت هیلتی و انقطع رجائی اما لحظه شهادت حضرت علی از امام حسین فنودی من الهوا صبرا لك یا حسین این ندای از آسمان برای ابی الله اومد ای حسین خدا به تو صبر بده سلطان کربلا چو تمنای آب کرد دشمن به تیر هرمله او را جواب کرد از سوز تشنگی از سوز تشنگی که علی جان سپار بود دشمن ندانم از چه بکشتن جواب کرد بگرفت خون حلق علی را به حسین با خون او محاسن خود را یاد خذاب کرد گاهی خون رو به آسمان می پاشید امام باقر میفرماید فرماید قطره ای از این خونها به زمین برنگشت مقداری از این خونها رو به محاسنش کشید مقداری از این خونها رو به قنداقه علی اسقر ایوان تیری که استخان علم دار را شکست انت الرب هنجري فسر زدان من دمه الزاكي رَمَى نحو السماء فما اجل لطفه وَأَعْظَمَهُ لو كان لم يرم بَيِّ اليها لساقت الارض به من علیهم مقاتل این گونه بیان میکنن و تاریخ این گونه نشان میده که تنها بدنی که دفن شد به دست ابی عبدالله بدن علی غرب بود اون چه که مقدور بود همین بود تنها بدن علی رو میتونست به خاک بسپاره مرحوم شش در این گونه بیان می کند. آقا دفن کرد تا این بدن زیر سم اسبار نمان دفن کردن تا این سر از بدن جدا نشد علی رو در دل خاک قرار داد تا این بدن آفتاب نبیند شاید ابی عبدالله نمیتونست این بدن رو, رو روی زمین ببینه و به ای وای آی 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 آرام به خواب صورتت راید بر شانه من گذار از غر مگذار گوشت مرا و یک ناله دل برار أصغر ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظرون كيف استسخي لطفلي كيف استسخي لطفلي فابوا أن يرحموني الا لعنه الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي غلب ينغلبون إلى الله بدم المظلوم بهدم المظلوم بدام المظلوم فرج مولای من امام زمان برسان و از اعوانو و انصار و منتظران و, و در رکاب و متی امارش نعمت شهادت در رکاب امام زمان و در محضرش با ظهور اون حضرت بما مرحمت بفرما بالنبي بقى